سلام وقت اوه. سلام وقتتون بخیر میخوام امروز یه مقدار فنی در مورد SEO باتون صحبت بکنم اون تعریف که همشه شنیدیم که درسته کاری نداریم یه مقدار میخوام به غیر از اون تعریف فنی بک داستان رو بهتون بگم بریم اصلا چه اتفاقی داره میفته و چه داره این فرنده پیش میره بریم با هم دیگه ببینیم سلام اینجا مارکتر شیم و علی باباییم میخوایم با هم ببینیم او چیه بچه نه این سو خواهشن یه جاهایی نمیشه نگفتا میدونم ولی تا جایی که ممکنه بگین او چون اصلا تو هیچ دستور زبانی هیچ اصول زبانی هیچ جایی نمیتونیم او رو او بخونیم حالا بریم جلوتر یه تعریف خیلی ساده از او بهتون میگم ببینید او میشه تمام فرایندی که ما داریم طی میکنیم برای اینکه وبسایتمون تو موتورهای جستجو رتبه بالاتری بگیره تا بتونیم ورودی های ارگانیک جذب بکنیم یعنی ورودی های جذب بکنیم که بابت اونا بابت جذب کردنشون پولی پرداخت نکردیم یه سوال ممکنه براتو الان اینجا بشه بگید خب آقا ما داریم نیرو میگیریم داریم مثلا جایی دفتر میدیم اینا همش هزینه است دیگه آره اوکی ما با اینا کار نداریم یه مقدار محدودتر بکنم برای اینکه دقیق‌تر درک بکنید ما ورودی های ارگانیک رو به ورودی های میگیم که ما برای به دست آوردن اون ورودی به اون کسی که داره ورودی رو برامون میاره اینجا کسی کار اسیو انجام میده نه اینجا گوگل مد نظره مثلا سی, پی سی انجام میدین اینجا یک تانت مد نظره تو سوشال میدیا تبلیغ میدین اینجا اون پیجی که داره براتون تبلیغ میکنه مد نظره نه اون ادمین سوشالتون پس کیو در نظر میگیریم برای پرداخت اون طرف مقابلی که باعث میشه دقیقا با پول دادن بهش ما دیده بشیم این میشه ورودی های غیر ارگانیک یا میگن پید میدیا پس ما تو اس و فرایندی رو طی کنیم که بتونیم ورودی های کاملا ارگانیک رو توی موتورهای جستجو به دست بیاریم این تا اینجا داستان میذاریم کنار اگر دیتا بیشتری خواستیم سرچ بکنیم کلی دیتا در موردش پیدا میکنیم خیلی این کاری حالا چجوری این اتفاق میفته یه مقدار مثالی که میزنم ساعت میکنم سمت گوگل چون خیلی زیاد ما با گوگل کاریم تقریبا تو ایران دیگه کسی با بینگ سرچ میکنه کسی با موتور جستجوی دیگه جستجو انجام نه فقط ایران من که دنیا فکر کنم گوگل 92 درصد سهم بازار داره توی این حوزه و اینو طبق آمار سایت استاتیسکا اگه درست گفته باشم یادمه 91 خورده 92 درصد سهم بازارش بود پس ما رو گوگل صحبت میکنیم آقا گوگل یه سری ربات داره که بهشون میگن کرالر کرالرها چی یعنی یه سری رباتن که خزندن وارد یک وبسایت میشن وبسایت رو میخزن و کرال میکنن دیتاهایی هایی که نیاز دارن رو فچ فچ یعنی که فچ یعنی بیرون کشیدن دیتا هایی که نیاز دارن رو بیرون میکشن فچ میکنن و با اون دیتاها یک سری آنالیز ها انجام میدن و باعث میشن که یک سری رتبه اتفاق بیفته پس چی شد ما میلیون ها وبسایت داریم یا شاید میلیاردها تا وبسایت داریم قزنده های گوگل میان تمام اون وبسایت ها رو تا جایی که بتونن یه سری وبسایتی شرایطش رو ندارن نو ایندکس یا المان دیگه خب وارد اونا نمیشن اونا رو ایندکس میکنن اما درصد بسیاری از سایت ها رو قزنده های گوگل وارد میشن کرال میکنن اینا رو بررسی میکنن دیتا هایی که ازشون میخوان رو میکشن بیرون چک میکنن و میبینن که آیا این دیتا طبق اون فاکتوری که دارن ولید هست مورد تایید هست یا نیست حالا یعنی چی حالا چه این رتبه انجام میشه چی کار میکنیم ببینید ما گفتیم دیگه ما داریم یه سری فعالیت ها انجام میدیم که تو موتورهای جستجو بیایم رنگ بالاتری بگیریم که وردی های ارگانیک جذب کنیم خب آقا گوگل از کجا میفهمه من سایت بهتریم که منو بیاره بالا نشون بده یا رقیبا سایت بهتری که اونو میاره بالا نشون میده آها حالا خزنده گوگل اومدن تو سایت تو و رقیب ده. سایت شما رو چک کردن کدوم ما بیارن صفحه یک کدوم رو بیارن لینک یک کدوم به کاربر بیشتر پیشنهاد بدن اینجا چند تا وجود داره ارتباط اه... علمان اول یعنی ارتباط بررسی میکنم مثلا من دارم دنبال چی میگردم خرید لپتاپ میان تمام محتواهایی که به خرید لپتاپ مرتبط میشه رو نگه میداره میگه آقا این کاربر سرچ کرد خرید لپتاپ اینا هم محتوایی که همشون به این خرید لپتاپ رب دارن گفتم دیگه وارد سایت شده بررسی کردید آقا محتوا در مورد لپتاپ که در مورد لپتاپ خیلی ما را به لپتاپ میخوره به اون الگوریتمی که داره که هیچ کسی نمیدونه واقعا چه الگوریتمی دقیقی داره کلی الگوریتم که اگه قرار بود کسی بدونه که اصلا دیگه معنی پیدا نمیکرد همین رفتن هم, هم کار انجام میدادن کسی نمیدونه اما طبق تجربه خیلی هاش دیگه مشخص شده خیلی از اونایی که خیلی پررنگ مشخص شده همینا یکی که من دارم بهتون میگم اینم از علم من نیستا کلی از رفرنس خارجی رو خوندم مطالعه کردم و اینا واقعا ولید طبق تجربه خودم هم دقیقا همین اتفاق داره میافته پس میاد طبق ارتباط معنایی یه سری پیشنهادات رو داره یعنی فرض کن دو میلیارد تا کرال شده دو میلیارد تا سایت توی زنبیلش داره گوگل من میزنم خرید لپتاپ از اون دو میلیارد تا سایت همین اول طبق اون ارتباطه که خیلیش به این خرید لپتاپ مرتبط نیست یک میلیارد و 900 هزار همونجا حذف میشه میمونه 100 هزار تا او 100 هزار تا خیلی حساب اول کلا 10 تا نتیجه میتونه بگیره پس چیکار کنم چه جوری من بیام به کاربرم دوباره اینا رو نشون بدم از 100 هزار تا کدومش بهتره میایم المان بعدی یه فاکتور دیگه اضافه میشه فاکتور چیه کلمه کلیدی آقا خرید لپتاپی من میام اونایی که خرید لپتاپ استفاده کردن و محتواشون دوباره ارتباطات پررنگتر میشه یعنی باز رو ارتباطی اما دیگه اینجا چون کلمه کلیدی دیگه خیلی نقش پررنگی میشه از ارتباط جداش میکنیم سایت هایی که اون کلم کلیدی رو درونش رو من پیدا میکنم و میذارم تو اولویت اینجا باز یه ریزش از سایت دیگه داریم از صد هزار تا سایت حالا 20 هزار تا سایت مونده یعنی 2 میلیارد تا سایت فیلتر شد شد 100 هزار تا صد هزار تا فیلتر شد شد 20 هزار تا بازم خیلی زیاده من چه جوری 20 هزار تا رو توی صفحه اول نشون بدم کلا 10 دارم صفحه دوم کی باشه سوم کی, کی باشه چهارم کی باشه اینجا میریم رو فاز چی؟ رو فاز قدرت قدرت چیه؟ بحث خیلی گسترده تری از ارتباط و کرمه های کلیدی حالا تا اینجا گوگل ما رو تو زنبیلش تو بیس هزارتا نگردش دیگه حالا ما رو چجوری بیاره صفحه اول نگاه میکنه میبینه از بین اون بیس تا کی قوی تره قوی تر یعنی چی؟ یعنی کاربر تو اون سایت تجربه بهتری داشته یعنی چی؟ یعنی اینکه از بیرون لینک سازی براش انجام شده به اصطلاح لینک سازی خارجی آف پیج براش انجام شده از داخل سایت وقتی کراله را اومدن بررسی کردن دیدن این ساختار سایت خیلی خوبه سرعت سایتش خیلی خوبه مطالبی که به هم دیگه مرتبطن قشنگ به هم دیگه لینک شدن همه چی تو سایت استاندارد رفته جلو از طرفی سایت های مختلف دارن نماردی صحبت میکنن و بهش لینک دادن از طرفی کلی کامنت داخل سایتش وجود داره از طرفی از طرفی از طرفی از طرفی از طرفی کلی یه علمان کنار هم دیگه یک قدرتی وجود داره حالا وقتی این المانا زیاد شد که خیلی هاشم ما اصلا نمیدونیم و ایده هم نمونش نداریم خیلی هاشم میدونیم و اثبات شده مثل همین ای کلامتون گفتم اینا رو میذاره کنار همدیگه و به اون سایت هایی که الان تو زنبیلش باقی موندن اون هزار تا یک قدرتی میده طبیعتا مثلا هرچی موضوع خاص‌تر باشه دیگه 20000 تا نمیشه مثلا رقابت میاد بین 15 تا سایت مثلا خرید لپتاپ ام مدل جی اس کیو 72 منتشر شده در سال 2015 تو ارتباط میاد خیلی آره میاره توی کلمه کلیدی کلی از سایت های مثلا حذف میشن و در نهایت کلا مثلا 20 سایت میمونه که بینشون رقابت روی این کلمه کلیدی پس یه نکته طلایی اینجا وجود داره اگه لانگ تلنت انتخاب بکنیم احتمال اینکه رقیبامون کمتر باشه و در نهایت قدرت ما بیشتر اونجا جلوه بکنه وجود داره حالا در مورد این کامل توضیح میدم بعد اینو که داخل برنامه‌س بهتون میگم پس در نهایت میاد فاکتورایی که قدرت میدن و قدرت یک وبسایت رو مشخص میکنن رو هم مشخص میکنه و در اینجا میاد سایت ها رو نمایش میده حالا یه سایتی ممکنه این کاملا ممکنه ودار اتفاق میفته یه سایتی ممکنه بیاد ارتباط داشته باشه کلمه لی داشته باشه از طرفی قوی هم باشه مثلا فرض کنی دیجیکالا یه صفحه داره در مورد یه محصولی مثلا الان یه خرید لپتاپ مثال میزنم چون شاید تو مثال قاطی بکنی مثلا در مورد خرید پایه من دارم سرچ میکنم کالا سایت ارتباط داره اون صفحه چهارپایش با من ارتباط داره کلمه لیش تو صفحش داره از نظر قدرتم سایت خیلی سایت قدرتمندیه ولی باز سایت احتمال اینکه صفحه یک نیاد حتی وجود داره چه علمانی اینجا باعث میشه که سایت صفحه یک نیاد یا اگه صفحه یک از صفحه یک برداشته بشه اون ارتباط یوزفول بودنه مفید بودنه آیا این صفحه که تو داری انجام میدی برای کاربر من مفید بود اینجا باز یه سری الگوریتم داره یه سری فاکتور داره که بررسی میکنه مثلا چند تا ساده شما مرتون مثال میزنم. من نه کاربر وارد صفحه دیجیکال تو کسری از ثانیه سایت رو میبندم میرم یه سایت دیگه این یه زنگه برای گوگل یه, پا... یه هینت برای گوگل آقا این اگه اونقدری قرار بود مفید باشه کار برای من زیر چهار ثانیه زیر شیش ثانیه زیر ثانیه سایتش رو نمیبست چرا باید سایتش رو ببنده اگه دنبال این دیتا بعد تازه قضیه به اینجا ختم نمیشه گوگل کاربر کاملا ترک میکنه من دیجیکالا رو بستم رفتم دوباره سرچ کردم چارپایه. رفتم توی سایت دیگه تو اون سایت موندم گوگل میفهم بابا اینجا دیگه احتمالا سایت اولی خیلی مشکل داشته چون این بیخیال چارپایی نشده بگم مثلا اونی که داره جست جون کنه مشکل داشته این بنده خدا دوباره رفته دنبال دو چارپایه پس احتمالا بعد اینجا مثلا جایی که دیگه ایستانی بمونه سه دقیقه سون سو صفه مونده پس احتمالا اون صفحه قبلی مشکل داشته اینو نگه میداره این دیتا رو هم نگه میداره همه شوشه مستونی دیگه این اتفاق منوال نمیفته قبلا چند وقت پیش چند سال پیش یعنی در واقع فکرم این که نماینده مجلس بود نظریه دادن ایشون گفتن که گوگل میاد تمام این نتایجی که وجود داره رو دستی میذاره اونجا خودش تعیین میکنه کی بیاد صفحه یک کی بیاد صفحه دو پارتی بازی میکنه این داستان یعنی معتقد بودن سه چهار میلیارد ریزالتی که داره تو گوگل منتشر میشه و همش هم داره جابجا میشه یا نفر پشت کامپیوتر نشسته اونا رو دستی دستی میندازه اونجا نه این مانوال مد نظر نیست اما این فرند کاملا داره هوشمند انجام میشه و توسط یک انسان دیگه انجام میشه ربات ها دارن این کار انجام میدن حالا میاد این فاکتور هم بررسی میکنه اون اصلا یه فاکتور دیگه کاربر اومد وارد صفحه من شد دنبال یه مطلبی بود سایت من بوکمارک کرد گوگل اینم ترک میکنه میگه آهان احتمالا براش مفید بوده آهان احتمالا با این مطلب اوکی بوده که اومده اینو بوکمارک کرده پس اینم تو ذهنم نگه میدارم این رفتار وقتی تو چندین و چند کار بر اتفاق میفته دیگه از یه هینت ساده بودن تبدیل میشه به یک نشونه قوی برای گوگل که این سایت آیا خوب است آیا قدرتمند است آیا مفید است یا نیست اینجا باز المان یوزفود بودن میاد اثر میذاره شما سایتت اومده بالا سایتتو میاره پایین سایتت پایین بوده سایتتو میاره بالا اینجاست که اون پویایی وجود داره این چهار تا قسمت این چهار تا چیزی که بهتون گفتم المانهای های اصلی گوگله اما باز بهتون میگم هیچ کسی هیچ کسی نه علی بابایی نه هر استادی داخل ایران نه هر استادی خارج از ایران نه هیچ سازمان شرکت هیچ کسی حتی کارمنده گوگل نمیدونن که دقیقا چه فرایندی تو این الگوریتم داره اتفاق میفته چرا گفتم کارمنده گوگل چون NDA دارن بدونن هم نمیتونن بگن مگر اینکه یه چیزایی که منسوخ میشه دیگه همه میفهمن رو هر از گاهی میان توی توییتر منتشر میکنن که خب اون اوکی دیگه همه نمیگفتنم هم اونو میدونستن پس اینا رو مد نظر داشته باشین ارتباط کلمه کلیدی قدرتمند بودن و مفید بودن این مفید بودن خیلی داره پررنگ میشه خیلی داره پررنگ میشه اصلا گوگل اومد یه مفهومی به اسم پیکس رو اضافه کرد پیج اکسپریانس اضافه شد در حالی که ما قبلش یو ایکس رو داشتیم یوزر اکسپریانس رو داشتیم اینا همش برمیگرده به اون حالت مفید بودنه این اتفاقا میفته که یک سایت میتونه بیاد تو نتایج بالاتر و ورودی های ارگانیک ورودی هایی که بابتشون پول نداده رو دریافت بکنه و بتونه رتبه بگیره ولا غیر خیلی بحثاش گسترده است او این اولین آموزش او ماست و اولین قسمت از سری مجموعه که قرار استیو رو کاملا توضیح بدیم با ما همراه باشین اگه سوالی هم داشتین بپرسین حتما جواب میدم میدونین دیگه لایک و سابسکرایب بتونم که انرژی برای من اگه به این مطلب او و گفتم SEO خودم به این مطلب استیو علاقه دارین و نیاز دارین دیتا بیشترش بشه میتونین زنگوله رو فعال بکنین چون طبق یک روند مشخص قراری که براتون کلی محتوا در مورد منتشر کنیم سلامت باشید و موفق علی بابایی